با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. در ادامه سلسله برنامه‌ای که به مناسبت اول ماه می 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر برای شما تدارک دیدیم، این بار هم اومدیم سراغ دو تن از فعالین کارگری در تبعید. رفیق غلامرضا غلامحسینی، فعال کارگری در کانادا و از اعضای پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و مومه، و رفیق سحر سبا، فعال کارگری در تبعید و از فعالین نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج. همینجا من به بینندگان عزیز بگم که رفیق سحر سبا مایل نیستن تصویرشون نشون داده بشه، بنابراین اگه تصویرشون رو ندارید به این خاطرم که ما به این تصمیمشون احترام میذاریم. خب سحر عزیز، ابتدا از شما شروع میکنیم. اگه میشه مختصر و کوتاه فعالیت هایی که در منطقه شما معمولا به مناسبت روز جهانی کارگر در جریان است، یک توضیح کوتاهی به بینندگان ما بده. من سحر سبا از فعالین ناده همبستگی در حمایت از جنبش کارگری خارج کشور هستم. با سلام خدمت بینندگان تلویزیون برابری و با تشکر از دستندرکاران این تلویزیون که من رو به این برنامه دعوت نمودن. به سهم خودم اول ماه مهر روز همبستگی طبقاتی طبقه کارگر رو به شما و هم طبقه های عزیز و زحمتکش تبریک میگویم، به امید پیشروی های بیشتر برای طبقه مون. و در پاسخ سوال شما باید عرض کنم که متاسفانه تو نورس امریکا روز اول ماه مهر رو روز جهانی کارگر نمیدونن و لیبر دی به اصطلاح در سپتامبر برگزار میشه. به همین مناسبت هم با شکوه برگزار نمیشه. این خیلی جای تاسف داره، ولی در حد به اصطلاح محدودی یه سری از این اتحادیه ها یا جریانات به اصطلاح که رادیکال و با یه ملیت های مختلف یه برنامه هایی میذارن، منتها معمولا روز تعطیل، یعنی همون روز اول ماه برگزار نمیشه و به این شکل برنامه پیش میره. همین الانم هم تو تورنتو به هر حال این مراسم نسبت به شهرهای دیگه اونتاریو یه مقدار به دست بزرگتر و بهتری برگزار میشه. امیدوارم که تونسته باشم جواب سوال شما رو داده باشم. بله، شهر تورنتو هم پر جمعیت ترین و صنعتی ترین شهر کاناداست و بیشترین بخش کارگران به ویژه صنایع در اون منطقه زندگی میکنه. غلام رضا غلام حسینی عزیز، خوش آمدی. اگه میشه در مورد فعالیت هایی که اگه صورت داره میگیره در منطقه شما توضیح بده. ضمن عرض سلام خدمت شما و شاد باش به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر، خدمت تمامی کارگران و زحمتکشان سر تا سر دنیا. همان گونه که رفیق سر گفتن، در آمریکای شمالی روز جهانی کارگر اول ماه مه نیست، اما در اکثر شهرهای بزرگ آمریکای شمالی، کانادا، آمریکا و مکزیک روز جهانی کارگر برنامه‌هایی برگزار میشه که در حد برنامه‌های کشورهای اروپایی و آسیایی نیست، اما خب برنامه‌هایی هستش که به این مناسبت اون بخش رادیکال جنبش کارگری در شهرهای بزرگ برگزار می‌کنن که روز چهارشنبه در شهر مونتریال کبک و در اتاوا پایتخت کانادا مراسمی برگزار میشه هر ساله که من هم در اون مراسم شرکت میکنم. و خود ایرانی ها فعالیتی داشتن؟ ایرانی ها طبق معمول فعالیت هایی دارن به مناسبت روز جهانی کارگر. مثلا دو روز 27 این ماه در مونتریال یه برنامه بود که منم حضور داشتم، برنامه به مناسبت روز جهانی کارگر که رفیقمون آقای بهروز فراهانی سخنگو بود و به مسائل و مشکلات طبقه کارگر در ایران پرداخت و برنامه نسبتا خوبی بود، من حضور داشتم در اون برنامه. بله، این برنامه توسط کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی به اصطلاح در مونترال سازماندهی شده. دقیقا. این فقط هم بگم که تو ونکوور هم علارغم این که همونطور که خودتون گفتید معمولا در کشورهای انگلوفیل، انگلیس و استرالیا و آمریکا و کانادا و اینا، اولین دوشنبه ماه سپتامبر
یه روزی رو به عنوان روز کارگر و روز کار و تحلیل از کارگر اینا قرار دادن، اول ماه مه با اون که زادگاهش در آمریکا بوده به رسمیت نمیشناسن، ولی با این همه فعالیت های صورت میگیره، از جمله قراره که به اصطلاح در چهارشنبه اول ماه مه به دعوت شورای کارگران ونکوور و هومه عصر همون روز تظاهرات برگزار میشه و در این حال هم در کمیته برگزاری اول ماه مه که توسط فعالین کارگری و چپ ایرانی سازماندهی شده، روز شنبه چهارم ماه مه مراسم جشن و سخنرانی گذشته که سخنران اصلیش رفیق بیرنگ زندی هست، فعال کارگری و روزنامه‌نگار که از آمریکا میاد در ونکوور سخنرانی. خب اگر موافق باشید ما قبل از این که به خود مسئله اهمیت اول ماه مه، وحشت رژیم و سیاست رژیم در قبال جنبش کارگری بپردازیم، میخواستم خیلی کوتاه درک و تعریفتون رو از مفهوم طبقه کارگر بدونم. سر عزیز بگوشید. والا ما در طول تاریخ شاهد نظام‌های طبقاتی مختلفی بودیم تا به امروز. امروز دورانی که ما هستیم دوران سرمایه‌داریه که یک نظام جهان شمولیه. از مؤلفه های این نظام هم تضاد کار و سرمایه است که دو طبقه سرمایه‌دار و کارگر در تقابل با همدیگه قرار دارن. ما نمیتونیم از طبقه کارگر به اصطلاح صحبتی به میان بیاریم بدون اینکه طبقه سرمایه‌دار رو در نظر نگیریم. طبقه سرمایه‌دار در واقع مالک وسایل تولید اجتماعیه و از کار دستمزدی کارگرها بهره کشی میکنه. طبقه کارگر مزد بگیر چون خودشون وسایل تولیدی ندارن، ناچارن نیروی کارشون رو بفروشن تا بتونن زندگی کنن. هیچ تولید کننده ای که کارگر نامیده بشه نمیتونه کالایی رو به جز نیروی خودش به فروش برسونه. همه ما شاهد این هستیم، مگر اینکه صاحب وسایل تولید، مواد اولیه، ابزار کار و غیره باشه. رابطه بین کارگر و کارفرما به این شکله که کارگر برای ادامه زندگیش نیروی کارشو میفروشه مانند یک کالا به سرمایه‌دار. سرمایه‌دار هم فقط بخش ناچیزی از ثروتی که کارگر ایجاد میکنه برمیگردونه به کارگر. در واقع کارگر دوباره با استثمار میشه و ارزش اضافی برای سرمایه‌دار تولید میکنه. در این میان طبقه کارگر به صورت یک طبقه اجتماعی که یه منافع مشترکی داره و در اکثریت، از طرف دیگه طبقه سرمایه‌دار که طبقه کارگر رو استثمار میکنه، هر روز سرمایه‌اش اضافه تر میشه و در اقلیت. خب یعنی من شما مثلا یک بحثای هست دیگه، مثلا میگم معلم، آیا شما معلمین مثلا پرستاران اونایی که لزوما کار فیزیکی نمیکنن به اصطلاح کار فکری میکنن اما مطلقا از طریق فروش نیروی کارشون زندگی میکنن و صاحب سرمایه نیستن رو جزء طبقه کارگر میدونید سهر عزیز؟ بله من اینا رو متحدین طبقه کارگر میدونم. یعنی به خاطر اینا هم جزء اقشاری هستند که اقشار کم درآمد هستند، منافع طبقاتیشون گره خورده به منافع طبقاتی طبقه کارگر. خب به لحاظ طبقاتی خودم مثلا معلم رو شما چی میدونید؟ خرد بورژوازی؟ نه من خرد بورژوازی نمیدونم، ولی به هر حال با کارگر یه تفاوتی که دارن، کارگر خودش مستقیما تو بخش تولیده، ارزش اضافه تولید میکنه، ولی معلم این وضعیت رو نداره. ولی از نظر درآمدی و از نظر اقتصادی اگه در نظر بگیری اینام جز اقشار کم درآمدن. یعنی کلا اگه جامعه رو ما در نظر بگیریم، جامعه بین یعنی اقشار و طبقات مختلف داره، ولی دو طبقه اصلی سرمایه‌دار و کارگرن و ما بین اینا اقشاری هستن که منافعشون بیشتر به اصطلاح به منافع طبقه کارگر گره خورده. معلم‌ها یکی از اونا هستن، پرستارا یکی از اونا هستن. بله البته خب به هر حال، ولی یعنی
اینکه اقشار کم درآمد این تعریف طبقاتی نمیشه. معمولا که میگن که یا کارگره یا خردبورژواس یا سرمایه داره دیگه، یا تو دوری که مثلا فئودال و اینا هم وجود داشتن مثلا. بله ولی اینا هم تو بخش خدماتن. آخه ما کارگره خدماتی داریم، کارگرای صنعتی داریم. بله کارگرای خدماتی هم به نوعی استثمار میشن. یعنی شما فکر کن یه کارگری که از طرف یه آژانسی استخدامش میکنن، خب همون مبلغی که باید بهش بدن نمیدن، یه بخشش رو آژانس ور میداره یا به هر حال یه کمپانی ور میداره و یه بخش کمش رو به این میده. در واقع این به نوعی استثمار میشه و این از نظر طبقاتی دقیقا جزء طبقه کارگره. بله خب غلام رضا غلام حسینی عزیز، مختصر و مفید تعریف و دیدگاه شما رو میشنویم. همانگونه که در کل رفیق سر گفت، جامعه طبقاتی و از دو طبقه اصلی تشکیل شده که من نظرم اینه که این دو طبقه سه گروه مختلف هست. یک گروه که همون یک طبقه سرمایه داره، اما طبقه کارگر دو گروه هست، صنعتی و خدماتی. بنابرای پیشرفت و تغییر شکل ماهیت سرمایه داری از فئودالی به صنعتی، کار کردن یه جوانب دیگه ایجاب کرد که یه بخش باید کارگرای خدماتی باشن، مثل نظافتچی ها، مثل معلم ها. با پیشرفت به اصطلاح علم زندگی مشاغل فراوانی افزوده شد که اینها در واقع همه کسانی که به نوعی نیروی کار خودشون رو برای امرار معاش در معرض فروش قرار میدن جزء طبقه کارگرن و اصل طبقه کارگرن. درسته در دو گروه تقسیم میشن اما یک طبقه. این تعریف کلی از طبقه کار و کارگر و طبقه سرمایه داری. طبقه سرمایه داری هم که افرادی هستن که صاحب ثروت و تولیدی هستن که مشغول بهره کشی از کارگران هستن، با کارگران با فروش نیروی کار خودشون ارزش افزوده به وجود میارن که این ارزش افزوده به اصطلاح در اختیار کارفرمایان و سرمایه‌داران قرار میده که متاسفانه کارگران به علت عدم تشکل و عدم تشکیلات رادیکال تا به امروز نتونستن در اون حدی که نیروی کارشون رو واگذار میکنن از رفاه ارزش افزوده بهره‌مند بشن. این تعریف کلی از نظر من. بله مرسی. البته خب میدونید که طبقه کارگر مثلا ببیشه بعد از انقلاب تکنولوژیک سوم، این رشد کامپیوتریزه شدن و روبوتی شدن و فلان اینا، الان شما مثلا آمارهای جانی نشون میده دیگه، شاغلین مزبگیران اینا هرچی بیشتر، یعنی بخش صنایع و معادن داره کم میشه و بر بخش خدمات داره اضافه میشه، افزوده شده و در همه کشورها این چنین هست. و اینا حتی اون زمانی هم که مارکس بود، یه بار یادم میاد یکی از متن‌ها از مارکس پرسیده بودن آیا خواننده، یک خواننده که آواز میخوانه، آیا این کارگره؟ گفت اگه برای دل خودش بخونه نه، اما اگه بره توی کاباره بخونه و صاحب کاباره بهش مزد بده، اینم جزء به اصطلاح کارگر حساب میشه. یعنی تا تو کار افراد مزدبگیری که در بخش فرهنگ و هنر هم کار میکنن یا در بخش آموزش مثل معلمین، اینا هم جزء کارگران هستن. خب من در تأکید فرمایش شما عرض می‌کنم که وقتی شما گفتید که نیروهای خدماتی اضافه میشن، امروزه در کشور کانادا بیش از 75% نیروی کار در بخش خدمات کار میکنن. بله این آمار رسمی دولته. دقیقا اینطوره. بله ولی در این حال خودت هم که مثلا جزء عضو سندیکای کارگران شرکت واحد بودی، مثلا رانندگان چیزی تولید نمی‌کنن که یک خدمتی رو انجام میدن، مسافر رو از یک نقطه به نقطه دیگه میبرن. خب سر عزیز، ما میدونیم که در ایران، حالا به غیر از اون دوره کوتاه بعد از شهریور 20 تا قبل از کوتاه 28 مرداد که به همت شورای متحده کارگران و تشکل‌های چپ ما شاهد میتینگ‌های بزرگ چند ده هزار نفره به مناسبت اول ماه می بودیم، اما همواره بعد از حداقل بعد از کوتاه 28 مرداد، چه در رژیم شاه و چه در 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، هیچ وقت اجازه ندادن کارگرا روز جهانی کارگر رو به طور مثلا برگزار کنن، یا اگر برگزار بشه مثلا به طور مستقل برگزار بکنن. جمهوری اسلامی که از ابتدا اول میگفت امام علی و فلان رو میخواست روز تولد اون رو
مثلا به جای روز مثلا کارگر جا بزنه. بعد پذیرفت که به هر حال فهمید که مثلا اول ماه در شیکاگو بوده، کارگران مثلا علی شیطان بزرگ بودن و اینا، اسمم پذیرفت اول ماه مه 11 روز جهانی کارگره، منتها حواسش بود که جلوی برگزاری مستقل اونو بگیره. از دید تو دلایل وحشت رژیم جمهوری اسلامی از برگزاری اول ماه مه و هر نوع بروز جنبش کارگری مستقل و فعالیت مستقل تشکل‌ها چیه در طول این 4 دهه هم ادامه داشته، به ویژه در سالهای اخیر هم به اصطلاح چیه متناسب با رشد جنبش کارگری و فعالیت فعالین کارگری پیشرو و تشکل‌های مستقل شدت هم پیدا کرد؟ از اونجایی که میدونیم روز اول ماه مه نه تنها جمهوری اسلامی، من فکر میکنم تمام در سراسر جهان حکومت‌های سرمایه‌داری از این روز وحشت دارن، چون به نوعی طبقه کارگر میاد به میدون و قدرت طبقاتیشو نشون میده و روز همبستگی جهانی روز به اعتراضش به نظامی که داره استثمارش میکنه و میخواد به اصطلاح نشون بده که یه زندگی بهتری میخواد. و برگردیم به ایران، تا اونجایی که جمهوری اسلامی همیشه به اصطلاح از طریق سرکوب سعی کرده که نذاره که جنبش کارگری به اصطلاح عرض اندام بکنه، متاسفانه در سالهای قبل به شدت بود، الان تو این دوره ما میبینیم که رشد به علت رشد رو به جلوی جنبش کارگری یه مقدار فضای سیاسی یا جنبش های اجتماعی دیگه فضای سیاسی باز شده و یه مقدار تجمعات و اعتراضات و اعتصابات در سطح وسیع تری رو ما میبینیم و این خیلی خوشحال کننده است. ولی در مجموع همیشه این روز رو سعی کرده که سرکوب بکنه، ممانعت بکنه از به اصطلاح کارگرها که این روز رو برگزاری بکنن و تا و همچنین سعی کرده یه به اصطلاح تحیه و تدارک ببینه یه مراسم های دولتی و ضد کارگری رو در رابطه با اول ماهمه که در تقابل با مراسم هایی که خود کارگرها به طور واقعی میخوان انجام بدن و یه به اصطلاح اختلافاتی بین این حرکت بندازه، توهماتی ایجاد بکنه. این به اصطلاح به این شکل بوده. ولی من خودم از تجربه خودم قبلن که چندین سال پیش به اصطلاح تو محیط کارگری بودیم، ما کارگرها اونجا سعی میکردیم که اون روزو مثلا شیرینی بخریم و حتی سرپرستای قسمت هم وادار میکردیم که تو این خرید شیرینی اینا با ما شریک بشن و 2 ساعت حداقل دست دست کار میکشیدیم و اون مراسم رو اینطور تو محیط کار برپا میکردیم و حتی اعتراضات خیلی خوب و وسیعم بود به، چون همیشه تو محیطای کار سعی میکردن که این حرکتهای ضد کارگری و به اصطلاح در مراسمهای ضد کارگری اونجا اجرا بکنن، ولی کارگرها شرکت نمیکردن، لااقل حد اکثر کارگرها شرکت نمیکردن، سعی میکردن در تقابلش مثلا اینطور خودشون در سطح محدودی جشن بگیرن و اعتراضشون رو نشون بدن. من میخواستم این نکته رو اضافه کنم که با وجود این همه سرکوبی که شده ولی کارگرها به اصطلاح به صورت گلگشت ها در سالهای قبل یا اینکه مراسمایی که در جاهایی تونستن به طور به اصطلاح دور از چش جمهوری اسلامی جمع بشن و یا حتی یه جاهایی هم در ملأ عام بنا به نسبت توازن قوایی که تو اون جامعه بودن مراسم برگزار کردن، ولی خوشبختانه امسال به هر حال فراخوانایی اومده که این فراخوانا خیلی خوشحال کننده است از طرف به حساب تشکلای داخل که یا معلمین و بازنشسته ها دانشجویان که حمایت کردن که قرار شده مراسمی در اول در مقابل مجلس به این مناسبت برگزار بشه. هم در واقع به نظر من در چیز از نظر سیاسی، یکی این که مراسم رو برگزار میکنن، یکی این که واقعا اعتراضشون رو به وضعیتی که الان هست جنبش کارگری نشون میده با دیگر جنبش اجتماعی.
این حالا باید منتظر بشیم ببینیم که چه اتفاقاتی اونجا خواهد افتاد. غلام حسینی عزیز، امسال به ویژه که مثلا چندین تشکل کارگری حتی دانشجویان اینا فراخوان دادن که جلوی مجلس 11 اردیبهشت دست به تجمع بزنن، در آستانه اول ماه مه هم رژیم کلی فعالین کارگری رو در جاهای مختلف هر کس که این می‌خواست تلاشی بکنه رو یا دستگیر کرده یا مثلا تذکر بهشون داده که دست از پا خطا نکنید. معمولاً هم خانه کارگر تشکل وابسته به رژیم یک سری مراسم‌های فرمایشی برگزار می‌کنه که معمولاً در استادیوم مثلا سرپوشیدی 12 نفری آزادی در سالهای گذشته میذاشته اینا. خب در سالهای گذشته بود دیگه، اختلافاتی بود در میان جنبش کارگری که برخی میگفتن باید رفت تو مراسم خانه کارگر شرکت کرد چون کارگرها حضور داشتن، خودمون حرکت مستقل نمیتونیم برگزار بکنیم. به هر حال مجموعه سیاستایی که رژیم در پیش گرفته و فعالیتایی که قبلا شما هم خودتون بودی از تجربه خودتون هم میتونید بیان بکنید. ببینید علل عموم کلیه حاکمیت‌های توتالیتر و دیکتاتور از تجمع وحشت دارن که دولت جمهوری اسلامی ایران هم خارج از قاعده نیست، مستثنا نیست، و این وحشت از تجمع بیشترین به اصطلاح نوک پیکانش به سمت تشکلات کارگریه که تولید کنندن و در مراکز تولیدی سر کار دارن که اگر متحد بشن قطعا میتونن چرخه تولید رو متوقف کنن و هر حاکمیتی رو به زانو در بیارن. به این لحاظ حاکمیت‌های دیکتاتوری با تشکل مخالفن، علل خصوص تشکلات کارگری. اما همون گونه که شما گفتید و طی سالیان گذشته که ما شاهد بودیم، با توجه به جو خفقان، بگیر و بند، زندان، بیکار نمودن و کلیه آزار و اذیتایی که فعالین کارگری رو میکنن و عدم حضور گرم کارگران در مراسم فرمایشی خانه کارگری که در سالن 10,000 نفری استادیوم آزادی هم اینا برگزار نمیکنن، چون اونجا شناخته شده است یه سری مردم میرن، همیشه به شکل محدود در یک سالن های 10,000 نفری مختلف در سطح تهران برگزار میشه که تاکنون نبوده که 2 سال پشت سر هم در یک جا باشه، چون یه بخشی از نیروهایی که مخالفن با این تجمعات تصمیم میگیرن که برن هیچ موقع اعلام نمیکنن. مثلا 1 سال در شیرودیه، 1 سال در منطقه آریاشهر بوده، 1 سال در منطقه پونک بوده، همینجوری جای مختلف، یعنی 2 سال پشت سر هم در یک مکان اینا برنامه نداشتن. اونم به لحاظ ترسشون بوده که نیروهایی که اون کارگرهایی که اینا رو به رسمیت نمیشناسن و قبول ندارن نرن اونجا و به اصطلاح سر نخر دست اینا خارج نشه. اما با توجه به تمامی این موارد، این سفت و سختگیری هایی که از طرف حاکمیت اعمال میشه بر علیه فعالین مستقل کارگری و آن کارگرانی که واقعا عزمشون رو جزم کردن برای تغییر موازنه قدرتی در سطح حاکمیت که هر روزه صفحه کارگران رو تنگتر میکنه و کارگران رو در تنگنا قرار میده، که بخواد این سطح رو بشکنه، فعالیت هایی هم انجام میشه. همون دیگه که سر گفت، در برخی مواقع سالیان گذشته در بیرون از شهر به شکل گلگشت برگزار میشده، اما چندین سالیه که به اصطلاح در سطح شهر تهران رسماً اعلام میشه، قبلاً اعلام میکنن و با حمایت و همراهی اقشار مختلف جامعه مثل پرستاران و بازنشستگان همراهی میشن و مراسم به نظر من با شکوهی هم برگزار میشه. و امسال هم 4 تا تشکل ابتدا به ساکن اعلام کردن، کانون بازنشستگان، سندیکای کارگران شرکت واحد و کمیته دفاع از آزادی تشکلات اسمش رو دقیق نمیدونم و یه تشکل دیگه که رسماً اعلام کردن. بعد از اون چندین تشکل دیگه هم به این تشکل به اصطلاح پیوستن که قرار 11 اردیبهشت رو جلوی مجلس برگزار کنن که سال گذشته من فکر میکنم در جلوی وزارت کار بود یا 1 سال قبلتر که بازداشت شدن چند از رفقای ما. و هر سال این مراسم توسط فعالان کارگری برگزار میشه و هر سال هم به شکوه و عظمتش نسبت به سال قبل خوشبختانه افزوده میشه و تعداد شرکت کنندگان افزایش پیدا میکنه. سهر سبای عزیز،
اگه بخوایم یه ارزیابی بکنیم از موقعیت جنبش کارگری ایران در سالی که گذشت و مختصات عمده اون رو، نقاط مثبت و مشکلات اون رو، موانعی که پیش روی اون هست رو بررسی بکنیم، روی چه نکاتی شما میتونید انگشت بزنید؟ جنبش کارگری الان که ما میبینیم با چالش‌های خیلی جدی روبروه و در واقع یکی از بزرگترینش مسئله معیشتیشه، چون الان تقریبا از یک سال گذشته که به علت سقوط ارز داخلی در مقایسه با ارز خارجی قیمت مایحتاج اولیه مردم در واقع چندین برابر شده و قدرت خرید کارگران در این رابطه به از حداقل هم پایین تر رسیده. در واقع این یورش هایی که بورژوازی ایران به طبقه کارگر و زحمتکشان و معیشت اونها انجام داده تا جایی که الان به نظرم نان خالی رو هم از سفره کارگرها رو بوده، این میبینیم که هیچ کنترلی رو بازار نیست، هر اصلا قیمت ها ساعت به ساعت تغییر میکنه. جمهوری اسلامی از یه طرف با بحران شدیدی روبروه، ولی از طرف دیگه از زمانی که این حکومت سر کار اومده اصلا کلان خودش یه حکومت بحرانزا بود، یعنی حکومتیه که اقتصادش بر راندخاری، دزدی و فساد به حساب بنا نهاده شده و تا الانم ما میبینیم که هر سال به اصطلاح این تورم و گرانی بیشتر شده و در واقع کل اقتصاد دست باندهای مافیای سپاه و سران حکومتیه که اقتصاد مملکت رو در دست دارن و به هر طریقی که میخوان به اصطلاح این وضعیت رو در بازار به وجود آوردند و بازار رو تحت کنترل خودشون در آوردن. ما الان میبینیم که مثلا حتی خود اونا اجناسی رو احتکار کردن و اونو به قیمتهای بالاتر به اصطلاح به بازار عرضه میکنن که سودای کلانی به دست میارن، ولی در مقابلش اونایی که طبقه کارگر و زحمتکشا که حد اکثر جامعه رو تشکیل میدن قدرت خریدشو ندارن و این باعث میشه که شکاف طبقاتی روز به روز بیشتر میشه، فقر و فلاکت بیشتر شده و از طرف دیگه این دستمزدای ناچیزی که به اصطلاح به کارگرها داده میشه، حتی این دستمزدام در خیلی موارد با تعویق انجام میشه، حتی به سر ما هم نمیتونن اون دستمزد رو دریافت کنن. از طرف دیگه هم فعل و انفعالاتی که در وضعیت اقتصادی ایران وجود اومده کاملا الان رژیم با یک اقتصاد ورشکسته و بیمار روبروه و به همین دلیل هم مرتب مراکز صنعتی و خدماتی در حال بسته شدنن و با این بسته شدن موج وسیعی از بیکاری جامعه رو فرا گرفته. به همین دلیل ما الان میبینیم که مثلا چند شاهد بودیم که یکی دو هفته پیش اون حوادث سیل و بارندگی که در چند استان متاسفانه پیش اومد، هزاران مردم زحمتکش بی خانمان شدن، عزیزاشون رو از دست دادن و واقعا تمام زندگیشون رفته، هیچ حمایتی از طرف این حکومت نشدن و بلکه حتی کمک‌های از طرف داخل یا بین‌المللی هم بینا شده، این و باشه حکومتی اونا رو کاملا در اختیار گرفتن و به جیب زدن. از طرف دیگه میبینیم که تمام این مصائب طبیعی که دامنگیر این اخشار کارگر و زحمتکش این استانا شده، اینا خودشون حقیقتش علت اصلیش خود دولته که دست برده تو محیط زیست و منابع طبیعی و جنگل ها و این شرایط وجود آورده. بعدش این اوضاع هم کلن باعث فقر و فلاکت بیشتری میشه. الان میبینیم که جمعیت میلیونی گرسنه‌هایی تو ایران روبرو هستیم که بخش زیادی از اونا کارگر و زحمتکش هستن. بعد در واقع من حقیقتش وقتی که الان شرایط ایران رو نگاه میکنم، یک پاراگراف کوچیک از مارکس هست، احساس یعنی فکر کردم که خیلی الان با شرایط ایران به اصطلاح مستاق شرایط و وضعیت
کنونی طبقه کارگر ایران، میخواستم با اجازتون اینجا بخونم که مارکس میگه که کارگر امروزی برعکس به جای آن که همراه با پیشرفت صنعت ارتقا یابد، در شرایط طبقه خودش مدام به سطح پایین‌تری سقوط می‌کند. کارگر فقیر و بی‌چیزتر می‌شود و فلاکت سریع‌تر از جمعیت و ثروت رشد می‌کند. بدین ترتیب آشکارا معلوم می‌شود که بورژوازی قادر نیست بیش از این طبقه حاکمی جامعه بماند و شرایط بقای طبقه خود را به عنوان قانون حاکم بر جامعه بر کرسی بنشاند. او قادر به حکومت نیست، چون قادر به تأمین حیات بردگان موضعش در نظام سرمایه‌داری نیست. ناچاران کارگران به چنان وضعیتی سقوط می کنند که سرمایه‌داری به جای اینکه از قبل آنها تغذیه شود، باید آنها را تغذیه کند. الان این وضعیتی که واقعا طبقه کارگر ایران داره. بعد این وضعیتی که جنبش ما باش روبروه، ولی در مقابلش ما میبینیم که طبقه کارگر ساکت ننشسته، مرتب نسبت به وضعیت معیشتیش و برای آزادیایی که باید داشته باشه در صحنه است، با تظاهرات، با اعتصابات هر روزه که ما میبینیم. و قبل از اینکه به این جزئیات به اصطلاح چیز کنم، لازم ما مروری به گذشته بکنیم، چون حقیقتش جنبش کارگری به نظر من در طول یک سال و نیم یک حرکت جهشی کرد و اینم علت داره. اگه ما به دیماه سال تقریبا دو سال گذشته برگردیم، دیدیم که یه حرکت بسیار عظیم و هماهنگ در 100 شهر ایران انجام گرفت. این حرکت در واقع مجموعی از تمام جنبش‌های اجتماعی بود که مردم، نکات مثبت این حرکت این بود که ترس و وحشتشون از رژیم ریخت و اومدن یک صدا، مطالبات و خواسته هاشون رو مطرح کردن. از طرف دیگه یک چیزی که خیلی مهم بود، بدون توهم به این جناح و اون جناح حکومتی، کل نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردن و خواهان سرنگونی نظام شدن و این ترس و وحشت عجیبی تو این به اصطلاح پیکره فرسوده فرتود این رژیم جمهوری اسلامی انداخت. ولی از طرف دیگه فضای سیاسی که باشد سبب رشد سریع به اصطلاح رشد جهشی جنبش کارگری و جنبش اجتماعی دیگه شد. یکی از اون نکاتش به نظر من دستاورداش این بود که اتحاد و همبستگی خیلی خوبی بین این جنبش ها به وجود اومد. بعدش همصدایی به وجود اومد. از طرف دیگه میبینیم که بعد از اون کارگران به اصطلاح کامیوندارا چه اعتصاب عظیمی رو انداختن، بعد از اون کارگران نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز و ده ها اعتصاب کوچک و بزرگ تو این راستا صورت گرفت و کارگران نیشکر هفت‌تپه واقعا با به اصطلاح یک همبستگی و با درایت به اصطلاح پیشروانی مثل اسماعیل بخشی اومدن و شوراهای خودشون رو ساختن و اعلام کردن که از طریق شورایی خودشون میتونن کنترل کارخونه رو به عهده بگیرن و حتی آلترناتیو با شعاری که دادن نان، کار، آزادی، اداره شورایی، نه تنها راه رو به طبقه کارگر ایران نشان دادن، بلکه به نظر من آلترناتیو بعدی جامعه ایران رو با طرح این شعار و چگونگی این عملی بشه، اینو به میدان آوردن و مطرح نمودن. یکی دیگه از دستاوردهای مهم این به اصطلاح حرکت کارگران شکل هفت‌تپه به میدان آمدن زنان کارگر و زنان خانواده های کارگری بود که همدوش با مردان کارگر همطبقه خود اومدن و مطالبات و خواستهای خودشون رو فریاد زدن. زنان کارگر نیشکر هفت‌تپه به نظر من به تمامی زنان کارگر که نصفی از جمعیت طبقه‌مون رو رقم میزنه، راه اتحاد و همبستگی رو نشون دادن و راه مبارزه طبقاتی رو نشون دادن که به نیروی خودشون ایمان بیارن. تنها زمانی زنان یعنی از نظر اصول مارکسیستی و حتی اگه ما نگاه بکنیم، زمانی زنان به عنوان
زنان کارگر میتونن اعتماد به نفس لازم رو برای مبارزه به دست بیارن و همدوش با طبقه های مرد خودشون علیه استثمار طبقاتی مبارزه بکنن که از اتحاد و همبستگی برخوردار باشن. یعنی این حرکت شکر هفته به این اتحاد و همبستگی رو به وجود آورد و عملا ما دیدیم که کارگران نشکر هفته به بعد از 4 دهه با اومدن میدون با هم طبقه یا مرد خودشون این حرکت رو ثابت کردن. به رشد این جنبش کارگری تنها به نظر من این دستاوردار نداشت. دستاوردهای بعدیش هم که به اصطلاح از تأثیراتی بوده که تو جنبش های اجتماعی دیگر جمله جنبش زنان، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان و همه اینها گذاشته و ما میبینیم که مثلا همین اتفاقاتی که در استانهای سیلزده افتاد چقدر مردم راحت شوراهای خودشونو تشکیل دادن، کمیته های خودشونو تشکیل دادن و این به نظر من یه شبه به وجود نیومده. این در واقع پروسی بوده که این طبقه کارگر تونسته تا حدود اینو به عنوان یه سنت الان تو ایران جا بندازه و به این نتیجه رسیدن که از طریق این شوراها یه محلی میتونن لاقل کمک هایی که به دستشون میرسه به طور عادلانه بین خودشون تقسیم بکنن از یه طرف، از طرف دیگه از طریق همین شورا مشورت خودشون رو بسار اتحاد و همبستگیشون رو محکمتر بکنن که بتونن بر علیه نیروهای رژیم که میخواستن به اصطلاح به این صف اینا رو به هم بزنن وایسن و مقابله بکنن. به هر حال من نمیدونم چقدر وقت دارم، اگه مایل باشیم اینجا ما دیدگاه رفیق اینم بشنویم بعد دوباره در مورد اینکه چشمانداز جنبش کارگری در سال پیش رو در این سالی که خامنه‌ای هم گفته سال بسیار حساسی خواهد بود، سالی که به خاطر هم غارت و استثمار نظام سرمایه‌داری در ایران، هم فساد و اختلاس گسترده در جمهوری اسلامی و هم به خاطر فشار مضاعفی که از طریق تحریم‌های اقتصادی امپریالیستی داره میاد، سال بسیار وحشتناک خواهد بود. متناسب با اونم ممکنه که به صلاح جنبش روش. خب غلام حسینی عزیز، ارزیابی تو رو میشنویم از موقعیت کنونی جنبش کارگری ایران، نقاط مثبت، مشکلاتی که باهاش مواجه است، پیشرویهایی که داشته. بگوش. به نظر من هر تشکل و هر جنبشی هر روز رو به جلوه، هرچند این سرعت کم باشه. طبیعتاً جنبش کارگر ایران هم از این قاعده مستثنا نیست، اما ما ته سال گذشته شاهد یکی دو تا حرکت واقعاً فوق‌العاده و استثنایی بودیم، هم از ناحیه نیروی کار هم از ناحیه دولت در تقابل با نیروی کار. اونجایی که به نیروی کار و کارگران مربوطه که اتفاقات نیشکر هفت تپه بود که شاهد بودیم بعد از گذشت این همه سال سرکوب کارگران و اجازه ندادن به فعالیت‌های سندیکایی و ضرب و شتم کارگران پیشرو مثل آقای علی نجاتی، اسماعیل بخشی و دیگران، به هر حال آقای بخشی با شعار علنا نانکار آزادی اداره شورایی در تجمعات حضور پیدا کرد و دورورش پر بود از کارگران نشکر هفت تپه که یواش یواش خانواده هاشون هم به این تجمعات پیوستن و این خودش نقطه قوت و من فکر میکنم یکی از پله‌های ترقی و پیروزی طبقه کارگر در ایران هستش، جنبش کارگری در ایران. اما در مقابل هم میبینیم که حاکمیت هم جلوی این تشکلات مستقل بیکار ننشست و سندیکای کارگران شرکت هایی که طی 2 دهه اخیر مبارزه پیگیر و جانفرسایی رو پشت سر گذاشته و هزینه ها داده و همچنان هزینه داره میده، خواست که یک تشکل به اصطلاح دستاز خودش رو به وجود بیاره و کارگران غالب کنه که دیدیم خوشبختانه از توی کارگران مورد استقبال قرار نگیره و اون کسایی که در این پروژه به اصطلاح مستقیم یا غیر مستقیم همکاری داشتن و تایید میکردن خوشبختانه پیش کارگران و پیش افرادی که
حق و حق طلبی براشون اهمیت داره، نه افراد و موزه ها به اصطلاح سکه یه پول شدن و مشت پوچشون وا شد و معلوم شد که از هیچ اعتباری در بین کارگران برخوردار نیستند. این به اصطلاح از نظر من دوتا نکته مثبت و منفی تشکلات کارگری در ایران بود. اگر بخوایم به جز به تفصیل بپردازیم که گفتنی زیاد و در یکی دو ساعت برنامه نمی گنجه، این در واقع به نظر من دوتا اتفاق مهم جنبش کارگری ایران طی سال گذشته بود. بله، البته آمارها هم نشون میده و خود حتی گاهی رسانه‌های رژیم هم اعتراف میکنن، از جمله خبرگزاری ایلنا، که در کل خاورمیانه شما کشوری رو شاهد نیستید که در روز 3-4-5 تحصن، تظاهرات، اعتصاب کارگری، یعنی حتی مثلا از آمار حتی خود رسانه ها آمار مثلا 3000 حرکت و اعتراض کارگری در طول یک سال رو مثلا چیکار کردن؟ ثبت کردن، که این براستی واقعا خیره کننده است. منتها مثلا رفیق سبا در مورد اینکه تحولات مثبتی در زمینه حضور زنان در جنبش کارگری، البته اینو من پرانتز باز بکنم، زنان اتوماتیکوار در جنبش معلمان، در جنبش بازنشستگان، در جنبش مالباختگان حضور پررنگی دارن و حتی در سازماندهی و سخنرانی و اینا. در بخش کارگران صنایع بوده، جنبش کارگری در بخش صنایع و معادن بوده که مثلا ما شاهد حضور کمرنگ کارگران بودیم، یک نوع مرد سالاری در اون بخش از جنبش کارگری حاکم بود که خوشبختانه مثلا در طول سال گذشته چه در اهواز و چه در شهر شوش شاهد بودیم که این مسئله یه مقدار ترک برداشته، یعنی کارگرای مرد متوجه شدن، حتی پیشروان کارگری، که باید میدان بدن به این کارگران و زحمتکشان به اصطلاح نیشکر هفته به فولاد ملی اهواز، ساکن به اصطلاح جزء خانواده های کارگری ساکن شهر اهواز به شوش، که بیان تریبون رو به دست بگیرن و دفاع کنن از خواستای چی طبقه کاری. این تحول مثبت. من با این گفته شما یه مقدار زاویه دارم. این نیستش که به اصطلاح زنان در این بخش های صنعتی حضور ندارن یا به خاطر مرد سالاری بودن حضور ندارن، نیست. ببینید، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از اولین روزی که من سر کار، من فکر میکنم خیلی مهندسی شده و خیلی دقیق فهمید که نقطه ضعفش جاییه که طرف مقابلش نیروی کار باشه. به همین خاطر زمانی که قانون کار رو تصدیق میکردن بیش از 2 دهه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد بود، اینا آمدن ماده تفسیری در این قانون کار گنجوندن که زنان حق کار در مشاغل سخت رو ندارن مثل معادن. این نه به خاطر مرد سالار بودن مردان کارگره، این به خاطر اون قوانینیه که دولت جمهوری اسلامی ایران دانسته این ماده رو گذاشته، چون میدونه هر کجا که زنا حضور داشته باشن طبیعتا اعتراض بیشتره. اون زنا، من فکر میکنم که آمادگی پرداخت هزینه و شجاعت قد علم کردن در برابر نابرابری و چیز پامال شدن حق رو به نظر من بیشتر از مردان دارن. یعنی این نکته مثبت زناست به نظر من. و این دولت جمهوری اسلامی ایران، من فکر میکنم که دانسته این کار رو کرد، چون میدونست که اولین جاهایی که به اصطلاح جرقه‌های اعتراض زده میشه مشاغل سخت زیان‌آوره که طاقت فرساست. اگر در اونجا زن نباشه بیشتر میتونه استثمار کنه و راحت‌تر میتونه سرکوب کنه. این نه به خاطر مرد سالار بودن این جوامع، بلکه به خاطر تبعیض آموزیدن قوانینی که سرمایه‌داری تصدیق کرده. خب بله، اینم البته بفرمایید. ببخشید من یه توضیح اینجا بدم. من بخشن با صحبت رفیق غلامحسینی موافقم، ولی با صحبت شما موافقم. ببین رفیق غلامحسینی، ما تو جامعه زندگی میکنیم که مرد سالاری و جامعه طبقاتیه، نه تنها ایران، حتی همین کشورهای غربی هم که به اصطلاح یه مقدار
حق و حقوق رعایت زن رعایت کردن، ولی زن هنوز با مرد برابر نیست از نظر حقوقی، از نظر این یه واقعیتیه. همونی که دستمزد زن دستمزد برابر با مرد نداره، خود این به نظر من یک اصله و در جامعه ایران اینو ما باید قبول کنیم. من خودم تو محیط کار کارگری بودم، مرد سالاری هستش حقیقتش، ولی یک واقعیتی هست. اون نکترم من با شما موافقم که آره، جمهوری اسلامی نمیتونه مستثنا از با وجود خب یه حکومت مذهبی خشن دیکتاتور، قطعا سرکوبی که در مورد زنان کرده خیلی به مراتب بیشتر از حکومت‌های سرمایه‌داری دیگه بوده، ولی یه بخشیشم هنوز برای ما جا نیفتاده که زنها تو صحنه باشن، ولی زنها این سد و شکستن. زنها با مبارزه 40 سالشون اومدن در صف مقدم، گفتن حق و حقوقشون رو میخوان، هم اعتراضشون رو به نظام سرمایه‌داری هم به مردسالاری نشون دادن و این قاعده نمیتونه مستثنا تو محیط کار کارگری باشه. اتفاقا یه عقب موندگی تو محیط کار کارگری هستش که شاید ما تو جامعه در اون سطح نمیبینیم، ولی وقتی که مبارزه طبقاتیه، زن و مرد کارگر یه منفعت مشترکی دارن، تو یک اعتراض دیگه نمیتونن این صف رو جدا کنن. اینا این دوتا در یک صف قرار میگیرن برای مطالبات و خواسته هاشون. در مورد نیشگر هفت‌تپه به نظر من یک نکته خیلی مثبته، کارگرها آگاه شدن. این آگاهی طبقاتی خیلی مهمه. یه بخش از آگاهی طبقاتی اینه که اجازه، نه اینکه اجازه بدن به زنها، ولی زمینه فراهم شد که به این متوجه شدن که اگر زنهای کارگرم بیان به میدون نیروشون قوی تر میشه و این مبارزه طبقاتی شکل دیگه‌ای به خودش میگیره. به همین دلیل حتی ما توی یکی از این جدیدن، من اتفاقا یه مطلب کوتاهی دیدم در اول ما رابطه با اول ماهمه که یکی از این زنهای کارگر نیشگر هفت‌تپه نوشته بود که اینجا خیلی کشور شهر سنتیه، ولی ما وقتی حرکت نیشگر هفت‌تپه رو دیدیم سنت رو شکستیم، گفتیم ما باید بریم پا به پای همدوش و هم طبقه های مردمون خواسته هامون رو مطرح بکنیم. این بستگی به این داره که فضا از نظر سیاسی آگاهی طبقاتی چقدر رشد میکنه که این زمینه رو به وجود بیاره. خوشبختانه در مورد نیشگر هفت‌تپه این اتفاق افتاد و این شد الگویی برای بقیه زنای کارگر که در صنایع دیگه کار میکنن یا در قسمت‌های خدماتی یا به هر شکلی. به هر حال امیدواریم که ما شاهد حرکت‌های خیلی وسیع‌تر زنا و به اصطلاح کارگرای مرد باشیم که دوش به دوش هم برای خواسته ها و مطالباتشون برن جلو. و یه نکتم که لازمه بگم، کارگرای نیشکر هفت‌تپه، خانواده هاشون و سندیکای شرکت واحد سالهاست دارند حمایت میکنند جنبش کارگری از همسراشون و همه اینا، خود اینا باعث شد که کمک بکنه که دیگه خودشونم به میدون بیان مستقیما. ممنونم. اگه غلام حسینی عزیز، این همونطور که گفتم خود خامنه‌ای هم گفته سال بسیار حساسه، همه هم میدونن حساسه، کار به استخوان داره میرسه و دستمزدی هم تعیین کردن 1/5 خط فقر و روز به روز هم اجناس بالا میره. آخرین آمار هم حالا خود این رژیم اطلاع، و ما میدونیم که در عرصه واقعی زندگی کارگر وقتی میره بخواد گوشت بخره متوجه میشه که این گوشت مثلا 3 برابر شده قیمتش، یعنی 300%. ولی خود این رژیم هم اعتراف کرده که مثلا تورم نقطه به نقطه از فروردین ماه سال گذشته تا فروردین ماه امسال 50%. درست؟ خب حالا 50% بوده، چجوری بعد حقوق حدود مثلا 1.5 میلیون هلوش 1.5 میلیون تعیین میکنی 1/5 خط فقر. بنابراین همه ما از این که جنبش کارگری وجود خواهد داشت و تداوم خواهد داشت شک نداریم، منتها
منتها بتونه به اصطلاح چیکار بکنه، دست به تعرض بزنه. این خیلی هم میگن این مستلزم ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، چه در محیط کار، چه در محیط زندگی، و به ویژه تشکل سراسری کارگری. در زمینه موانع تشکل‌یابی طبقه کارگر و ضرورت اون، غلام حسینی عزیز، به ویژه در سال حساس جدید چه نکاتی میتونه بید؟ ببینید، این یه بحث کلیه، واقعا نمیشه توی چند دقیقه بهش پرداخت و پاسخ داد. اما من یه نکته میخوام بگم در اون مورد که رفیقمون گفتن مخالفت نظر من با شما، من با نظر شما مخالف نبودم، گفتم زاویه دارم. ما متاسفانه قوانینی که توسط دولت سرمایه‌داری تصویب شده و باعث کانالیزه شدن نیروی کار و مردسالار بودن نیروی کار رو چشم می‌بندیم به روش. منظور من این بود که این نه به خاطر مردسالاری فکر کردن مرد هست. ما همکار زن داریم، همکار خانمی که ما داریم عضو سندیکات فعالیت میکنه. اینو من عرض کردم که این سیستم سرمایه‌داری پیش بینی کرده که اگر در اینجا زن‌ها حضور داشته باشن، اومده قانونا اینا رو منع کرده از کار کردن در اینجا در مشاغل سخت. این نکته بود که من اشاره کردم. اما برمیگردم به این سوال شما. ببینید، اینا هر سال میگن که امسال اون سال استثنایی، نمیدونم به لحاظ تولید، به لحاظ مصرف، به لحاظ نمیدونم وابستگی، غیر وابستگی. من به شخصه حرفای خامنه ای رو اراجیفی بیشتر نمیدونم. این برداشت شخصی خودم، چون هیچ کدومشون نه مبنای علمی داره، نه مبنای اجتماعی داره، نه مبنای اقتصادی. شبته غلام حسین این موردش علمی، نه حساس که میگه، یعنی حراس رژیمه، میگه که به لحاظ امنیت ما دچار حراسه از جنبش های اجتماعی. ما باید بعد از گذشت 40 سال، همینجوری که الان شما فرمودید، این صحبت های حاکمیت رو باید دقیق بتونیم بدونیم که وقتی حرفی میزنن چه چیزی پس فرد است. بله، اینا حراسشون رو دارن اعلام میکنن، به نیروی خودشون میگن که متشکل باشید و آماده سرکوب باشید. این برای خودشونه، برای ما نیست که سال حساسی باشه. برای ما همه سالا مثل هم بوده. و اینی که فرمودید با توجه به مسائل اقتصادی و ضعف بودن و نمیدونم حساب نقطه به نقطه تورم و 50% گفتن و 300% شده، اینا حقیقتش من یک آدم تحصیل کرده آکادمیک نیستم و علمی نمیتونم پاسخ بدم. اما اون چیزی که هستش، ببینید، دو تا نون بیشتر از یه نونه. خب، و امروزه میبینیم که کارگران اگر دیروز میتونستن با حقوقشون دو تا نون بخرن، امروز توان خرید یه نون رو دارن یا حتی نصفش رو دارن. خب، من خیلی خلاصه دارم میام. حالا اینا بگن که اصلا تورم نبوده، بگن 1000% بوده، من اصلا با ایناش کاری ندارم. من اینو میبینم که امروزه وقتی یک کارگر حقوقش رو میگیره، اگر یه روزی تو محلشون از دو تا کوچه مثلا از یک قصاب یا بقالی میتونست خرید کنه، امروزه تنها از یک کوچه میتونه خرید کنه. خب، تنها میتونه یک ماه از قصابی خرید کنه و یک ماه از بقالی خرید کنه. این جمع شدن سفره، حذف کردن مواد اولیه زندگی، یعنی به جای رسیده که امروزه متاسفانه ما در ایران شاید خودکشی‌هایی هستیم که به خاطر فقر، یعنی درصد قابل توجهی از مردم خوراک خودشون را از سطل‌های زباله دارن جستجو می‌کنن. این نشان دهنده عمق فاجعه است. حالا اینی که اینا گفتن سال حساسه، برای اینا هر سال حساس بوده، چون سال به سال نسبت به آگاهی مردم افزوده میشه و هر کجا که آگاهی افزوده بشه، مبارزه سرعت میگیره، شتاب میگیره. مبارزه شتاب بگیره، حاکمیت متزلزلتر میشه. این کل قضیه است. اما اینی که نیروی کارگر در چه جایگاهی و چه کارهایی میخواد بکنه و به اصطلاح اون عدم وجود تشکل سراسری، ببینید، اینا 40 سال پیش وقتی مدن سر کار، یه تشکلات نیمنی که از رژیم سابق مولود مثل سندیکا که زرد نبودن، قرمز هم نبودن، من میتونم بگم نارنجی بودن،
نصف نیمه جون داشتن همه رو از بین بردن و اومدن به یک شکل عقب افتاده یه چیزایی رو اجازه مثل شورای اسلامی کار و همین خانه کارگر و فلان که خیلی کانالیزه کنن فعالیت‌های اجتماعی رو. حتی این حاکمیت به جایی رسید برنامه‌های سیاست‌گذاری اجتماعیش حتی در تعیین اسامی نوزادان هم دخالت می‌کرد. یعنی در یه جایی اگر کسی می‌خواست اسم فرزندش رو یه اسمی بزنه می‌گفتن این نمیدونم با قوانین مطابقت نداره، با عرف جامعه مطابقت نداره، در این شهر مثلا همچین اسمی نداریم. این نشاندنه تزلزل و به اصطلاح کم سوادی من میگم، بی فرهنگی میگم میشه گفت مسئولین اجتماعی بوده. و خب طبیعیه توی حاکمیتی که 40 سال اختناق و سرکوب بوده و صرفا یه مش به خاطر پر کردن جیب خودشون نه به فکر حتی منافع ملی نیستن، به فکر منافع اجتماعی نیستن، فقط به فکر منافع خصوصی هم. شما وقتی امروز حاکمیت رو نگاه میکنید نسبت به 40 سال پیش، افرادی که توش حضور داشتن اهم از رئیس جمهورا، نمایندگان مجلس، نمایندگان شورای شهر، نمیدونم شورای محلی که حاکمیت درست کرده، همه همون افرادی هستند که تو اون چارچوب اولیه بودن. پسرعمه، پسرخاله، پسردایی، نمیدونم باجناق، برادرزن، یه هزار فامیل به هم پیچیده است. خب با این به این شکل هر کسی هم که به اصطلاح یه بخشی از کارگرای یقه سفید میشه گفت، یه بخشی از گزینش‌های کارگری که طی بیش از 2 دهه از افرادی که نمیدونم در جنگ ایران و عراق کشته شده بودن، مفقود شده بودن، اینا رو به اصطلاح یه سری وارد کار کردن، گزینش کردن که سلاحی باشه برای سرکوب دیگران. خب با توجه به همه اینا، خب تشکلات کارگاهی هم در ایران شاهدش نبودیم که بشه تشکلات تشکل سراسری به وجود آورد. خب اینه که من فکر میکنم که اگر واقعا یه چیزیه که تو هیچ چارتی نمیگنجه آدم راجبش صحبت کنه، اگر این که یه تشکل سراسری باید به وجود بیاد، تشکلات دیگه کارگاهی به وجود بیاد، من فکر میکنم غیر قابل قبوله. به نظر من باز بخش عظیم این نیروی کاری که در واقع با نوک حمله مبارزه کاری ندارن، نوک پیکان مبارزه کارگری نیستن، خودشون رو باید به اون نوک حمله برسونن. خب خودشون رو در صف اول مبارزه قرار بدن و خواستار ایجاد تشکلات مستقل کارگری در اون کارگاهی بشن. با توجه به اینکه نسبت به 40 سال پیش من فکر میکنم که بیش از 50% مراکز صنعتی بسته شده، ورشکست شده و نابود شده، اما همین تعدادی هم که موندن باید کارگرها تشکلات مستقل خودشون رو به وجود بیارن. با به وجود آوردن تشکلات مستقل و با پیش نهادن نفرات مبارز بیشتری، قطعا تشکل سراسری کارگری خود به خود به وجود خواهد اومد، اگر تشکلات در اون کارگاهی به وجود آمده باشند. مرسی غلام حسینی عزیز. نکته آخر رو از رفیق سحر سبا میشنویم. چشمانداز جنبش کارگری، موانع تشکلیابی. سبا عزیز، حقیقتش موانعی که سر راه جنبش کارگریه به نظر من موانع خیلی سخت و جدیه. مثلا الان اولین چیزی که باش روبروه مسئله تأمین مسئله معیشتیشه، چون با این گرونی و تورمی که هست و حتی این حقوقای به اصطلاح ناچیزی که میگیرن که خیلی هاشون هم اینم حقوقم ندارن جز صف بیکاران، شاید بتونن گذران فقط یک هفته یا چند روز زندگیشو باش سر بکنن. برای کمبود این درآمد مجبورن که کارهای دوم و سوم بکنن و اضافه کاری بکنن، در نتیجه اصلا انرژی و توانی برای کارگر نمیمونه که بخواد فکر بکنه که بالاخره چشمانداز آیندهش چیه و برای روز بعدش میخواد چیکار بکنه. این یه بخش از موانع جدیه. موانع یه بخش دیگه‌ش هم به نظر من این یه بحث مفصلیه که اصلا اولا که اونایی هم که کار دارن وحشت از این که کارشون رو از دست ندن، یه مقدار به اصطلاح دست و پاشون رو
جمع و جور میکنه که نتونن، نه اینکه نخوان اعتراض بکنن. یه واقعیتیه، شما اگه اونجا کارتو از دست بدی دیگه امکان کار به دست آوردن نیست، یا اینکه واقعا احتمالش خیلی ضعیفه. اینم یه موانعه. موانع دیگه هم که هست، یک یعنی طبقه کارگر رو آنچنان تیکه 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 کردن. این یه بحث مفصلیه، یعنی من فکر میکنم اگه بشه یه برنامه براش گذاشته بشه که ما راجع به این صحبت بکنیم که الان وضعیت طبقه کارگر چطوره، که همین تیکه تیکه کردنش و هر باعث شده که اصلا اتحاد و همبستگیشون خیلی سخت شکل بگیره. بعدش هم از طرف دیگه به هر حال این وضعیت معیشتی کارگرا، همینطور رفیقمون غلام حسینی که اشاره کردن خودکشی ها زیاد شده، اینی واقعیت. ما الان سالهاست شاهدیم که طبقه کارگر که با این درآمدای پایین دست و پنجه نرم میکنه و تأثیر خیلی خیلی منفی تو زندگی های شخصیشون گذاشته. الان میبینیم در شرایطی هستیم که پدیده گرسنگی، بیخانمانی، نمیدونم اعتیاد، فحشا، اینا تو این طبقه زیاد شده. علتش هم همش مسائل اقتصادیه، نمیتونن واقعا تأمین بکنن مسائل معیشتیشونو. اینا یک به اصطلاح موانعی که هستش، ولی بازم ما میبینیم که با تمام این موانع به هر حال یه بخشی از طبقه کارگر همیشه تو میدون بوده و اعتراضات و اعتصاباتش رو ادامه داده. قطعا این وضع ادامه پیدا بکنه، بخش زیادی دیگری رو به طرف خودشه. حتی بیکاران الان به نظر من همون طبقه کارگرن. اینا احتیاج به تشکل دارن و قطعا اینا در آینده متشکل خواهند شد. ولی در مورد این چیز سراسری من خودم زیاد بهش معتقد نیستم، به این دلیل تا زمانی که توی هر صنایع و هر بخش خدماتی تشکلای خودش به وجود نیومده که این تشکلا به هم مرتبط بشن، یه تشکل سراسری به وجود بیاد، این امکانش اصلا نیست. یعنی یه چیز به نظر من تخیلیه، این در این حدش. من البته اینم بعضی ها مطرح میکنن که آره در راستای کمک به تشکل یابی کارگران مثلا یک دورم تجربه بوده که حتی شما شاهد وجود شورای هماهنگی تشکل ها و فعالین کارگری بودیم در ایران، که متاسفانه با اون که جنبش کارگری در سالهای اخیر دائما رو به افزایش بوده، سالی چند هزار اعتراض، اعتصاب، حرکت کارگری، متاسفانه در بخش پیشروان طبقه کارگری شاید برخی دستبندی ها، فرقه گرایی ها و برخوردهای سکتریستی هستیم. یعنی از این که اون شعار کارگران جان متشوی چاره رنج بران بحث تشکیلات رو در عمل خودشون به اثبات برسونن، دارن به اصطلاح چیه، برخی از اینا واقعا زیر پای تشکلای غلام حسینی عزیز اشاره کردم. این سال پیش رژیم وزارت اطلاعاتش میخواست برای سندیکای شرکت واحد یک تشکل قلابی درست کنه، برخی از همین فعالین کارگری ادعای استقلال از رژیم هم دارن عملا خواسته یا ناخواسته با این پروژه همسو شده. میخوام یه نکته اینجا اشاره کنم. ببینید، من فهم میکنم یه نزدیک 100 سال پیش فرخی یزدی گفته که اغنیا در صف کارگران کردن جا، این دو صف از هم مجزا باید نمودید، شعری از همچین چیزی. خب امروزه یه بخشی به اصطلاح یه بخشی خودشون رو فعال کارگری نشون میدن که هیچ سنخیتی با خواستار کارگری ندارن، یعنی به دیکتاتور مطلقن، انتقاد نمیشه بهش کرد. ببین بحث جنبش کارگری ایران یا علل عموم طبقه کارگری ایران با توجه به سرکوب این 40 ساله حاکمیت و شق شدنش، خیلی افراد سوپر هم از این وضعیت سوء استفاده کردن و خودشون رو با عنوان فعال کارگری معرفی کردن. اما مهمترین بحث اینه که سیستم سرمایه داری در هر کجای دنیا از هر نوعش جانش بستگی به یک اتحاد کارگری تا زمانی که از مکانهای کارگری شروع نشه، به اصطلاح به وجود نیاد، نمیتونیم بهش دل ببندیم که
کاری میتونه انجام بده. من نظرم اینه به هر حال همانگونه که هیچ فعالی در هیچ حوزه‌ای تنها حقی که نداره ناامید بودنه، منم نسبت به فعالیت کارگری هیچ گونه ناامیدی ندارم، همواره امیدوارم و میدونم که روزی فرا خواهد رسید که تشکلات مستقل کارگری در اون کارگاهی شکل خواهد گرفت. اما اگر امروز دعوت میکنم از همطبقه یام برای به وجود اومدن تشکلات در اون کارگاهی، به خاطر اینکه شتاب بخشیده بشه به این وضعیت، و یعنی این نشان از ناامیدی و یأس من نیست. من مطمئنم که روزی کارگران در سرتاسر دنیا و ایران به اهمیت تشکل و زیستن متشکل پی خواهند برد و این کار را خواهند کرد. بله، البته در برخی کشورها هم که اختناق بوده سعی کردن ابتکاراتی انجام بدن دیگه. یعنی وقتی ایجاد تشکل مستقل در محیط کار به راستی دشوار یا تا گاهی غیر ممکنه، مثلا اومدن ابتکاراتی به خرج دادن، مثلا کمیسیون‌های کارگری در دوره حکومت نظامی در اسپانیا، یا مثلا اتحادیه جنبش‌های اجتماعی در فیلیپین که در محیط زندگی شکل می‌گرفت، ایجاد می‌شد، ولی خب در پیوند بود با محیط کار. یعنی باید یک سری مجموع ابتکارات. آره جان من با غیر ممکن بودنش 100% مخالفم، چون سندیکای کارگران شرکت سندیکای کارگران هفت‌تپه اینا هم در اون کشور شکل گرفتن و ممکن بوده. نه من میگم که در برخی مکانها، در برخی محیط‌های کار، اگر به صلاح کارگرا مثلا به هر دلیلی نتونستن ایجاد بکنن، میشه مثلا از تجارب دیگر کشورها هم استفاده کردی. میشه استفاده کرد، اما من باز با این که ممکن نیست مخالفم. امکان داره. بله. سخته، قبول دارم، اما شدنیه. بله، همچنان که سندیکای نیشکر هفت‌تپه نشون داد، سندیکای شرکت واحد نشون داد، آشان الورد، بله، اینا که البته خب اونا یک محیط کار ثابت نیستن، اونا صنفی هستن، مثل انجمن صنفی کارگران ساختمانی، انجمنهای صنفی کارگران خباز، اونا راحت تره تشکیل دادنش، ولی در یک محیط کار بویژه اگه بزرگ باشه، مثلا تو صنایع کلیدی میبینی، اگه نگاه بکنی در صنعت نفت، پتروشیمی، ایران خودرو، اصلا رژیم فرصت نفس کشیدن نمیده و باید منتها باید مبارزه کرد. یعنی در سایه مبارزه باید این رو به دست آورد. سهر سوای عزیزی، اگه شما نکته پایانی دارید میتونید بگید. والا من نکتم اینه که خوشبینم به این اوضاع. درسته فشار زیادی روی جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی، ولی خوشبختانه اون فضا باز شده از نظر سیاسی و اون آگاهی طبقاتی یا مبارزاتی داره به اصطلاح رشد میکنه. درسته خیلی شرایط سختیه، ولی امکان تغییر و تحولات زیاده و امکان همین رفقا صحبت کردن در مورد تشکلا زیاده. و من یه نکته رو اضافه کنم به نکته پایانی شما که زمینی که از نظر عینی و به اصطلاح وجود می از نظر مادی کارگران رو به اصطلاح چیز میکنه، متوجه میکنه که به چه نوع تشکلی دست بزنن. یکی اینه، یکی هم از تجارب تاریخی بالاخره جنبش کارگری جهانی. و این الان ما نمیتونیم بگیم چه اتفاقی میفته، بستگی داره که روند اون جامعه از نظر به اصطلاح عینی و ذهنی چطور پیش میره و چه عواملی باعث میشه که کارگرها بتونن که تشکلهای خودشون رو بزنن و سریعتر به همدیگه متحد بشن و همبستگی بیشتری در سطح وسیع‌تری به وجود بیاد. سال خوبی رو برای جنبش هامون به خصوص جنبش کارگری آرزو میکنم، برای شما هم همینطور، به امید اینکه شاهد تغییر و تحولات بیشتری باشیم. ما اینجا تا هر جایی که از دستمون برمیاد پشت جبهه هستیم، ولی منافعمون جدا از منافع جنبش های داخل نیست. سعی میکنیم که واقعا حمایت بکنیم تا جایی که بتونیم، هر کاری از دستمون بر بیاد به هر حال انجام بدیم. ممنونم که منو به این برنامه دعوت کردی، امیدوارم که شاهد برنامه‌های بعدی هم باشیم با هم دیگه. حتما، حتما، ببینید که ما در زمینه دعوت از
فعالین کارگری زن و اصلا در هر زمینی متاسفانه ما خیلی به سختی دوستان زن تن به مصاحبه میدن، یعنی گاهی های انتقاد میکنن، برخی واقعا نمیدونن ما تلاشمونو میکنیم ولی کمتر دنبه طلب میدن و خوشحالیم که شما سهر سبای عزیز با اون که تصویرتون رو حاضر نشدید نمایش بدید ولی به هر حال تو این گفتگو حضور داشتید. ممنون از غلام حسینی عزیز که با اون که من میدونم از دوی شب بیدار بوده، خستگی هم از چهرهش مشخصه، احتمالاً بینندگانم خمیازه هاشم گاهی مشاهده آره، ولی به هر حال اینه دیگه متاسفانه، یعنی بعضیا که فکر میکنن کانادا گل و گلابه، باید بدونن که حتی در کانادا هم اول ماه می روز جهانی کارگر با پرداخت حقوق تعطیل نیست و نظام سرمایه‌داری اینجا هم به شکلای دیگه همون حدیث رو ادامه میده. غلام حسینی عزیز از تو هم ممنونم بابت شرکت داریم گفتم. من هم تشکر میکنم از شما و خوشحالم از اینکه در برنامه شرکت کردم که رفیقمون فرخانه حضور داشتن و این خمیازه من هم به خاطر اینکه وقتی شما گفتید که زور این رفیقمون ساعت دو باید بره سر کار، مجبور شدم که ساعت دو نیمه نصف شب بلند شدم برم سر کار و کارم رو انجام بدم و دیروزم چون زیاد کار کرده بودم، پی روزم که جلسه مونترال بودم، واقعا هر ساله مثل امسال من تو این چند روز اول ماه می واقعا شاید تو 24 ساعت 1 ساعت بیشتر خواب ندارم و این بابت این خمیازه‌ای که به علت خستگی می‌کشیدم عذرخواهی می‌کنم بیننده ها. وقت وضعیتتون کاملا درک می‌کنم چون من خودم 20 سال در کانادا شبکاری کردم، شبکار بودم و به هر حال این وضعیت متاسفانه طبقه کارگر است. ممنون از هر دو عزیز. ممنون از شما، موفق باشید.